سلام، چطوری عزیزم؟ خوبی؟ سلام، مرسی، خسته نباشی. سلامت باشی، ممنون. خوب شد امشب زودتر از سر کار اومدی خونه، یکم با هم صحبت کنیم. یه چند تا سواله، یه مدت ذهنمو درگیر کرده، گفتم ازت بپرسم. جونم بپرس. محمد، چند مدت دیگه درست نماز نمیخونی؟ هر بارم بهت میگم الکی میگی خوندم یا میگی یادم رفت یا خوابم میاد، وقت ندارم. روزم که بهونت اینه که معده درد میگیری و حالت بد میشه. بدم میاد اینجوری نسبت به واجبات دین بی خیالی. خب عزیزم دروغ که نمیگم، واقعا نمیتونم بگیرم، اذیت میشم، حالم بد میشه. اینا بهونه است. منو میخوای گول بزنی؟ وجدانتو چی کار میکنی؟ چند سری هم ازت توضیح خواستم، هر سری یه جواب همینجوری به ام دادی و زیرشو کشیدی و در رفتی. الان که خدا رو شو کار نداری، وقتت هم آزاده. بگو ببینم چت شده این مدت. خب عزیزم، روزه رو مگه پیغمبر نگفته صوم و تسهو، روزه بگیری تا سالم بمونید، یا به قولن روزه جراحی سفید و هر کس عمل کنه مریض نمیشه؟ بله که همینطوره. خب این همه مردمی که بی بیمارستان و دکتر میرن برا چیه؟ این همه مسلمانی که کرونا میگیرن و میمیرن برا چیه؟ خب باید روزه مانع مریضی بشه. اصلا چرا راه دور بریم؟ من وقتی روزه میگیرم و به جای سلامتی مریض میشم، دل درد و معده درد میگیرم، سر درد میگیرم، خب کجاش سلامتیه؟ خب عزیز من، به شرایط که نمیشه ایراد گرفت. اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست از مسلمانی ماست. لابد خودمون ایراد داریم، بعدم اخلاصمون برمیگرده. بابا گفته صوم و تسهو، روزه بگیر تا سالم بمونی، مگه شرط و شروطی تو قبل و بعدش میبینی؟ بعد اصلا این به کنار، مگه تو قرآن اسم دیگه روزه صبر نیست؟ معلومه، واستعینوا بالصبر والصلاة، مسلمه که صبر آدمو زیاد میکنه. چجوری زیاد میکنه؟ همون تحمل گرسنگی و تشنگی دیگه. اینا بهترین وسیله هستن برای بالا بردن صبر آدم. اصلا تو دور و برت هم میبینی؟ ما این که تو جامعه اسلامی زندگی میکنیم، پس این همه بی صبری مردم از کجان؟ این همه مصرف قرصای خواب و اعصاب با وجود روزه با عقل جور در میاد؟ خب نباید حداقل یه تسکینی باشه برای روزه‌دار؟ بعد آمار بالای طلاق و درگیری و دشمنی رو چی میخوای بگی؟ یا همون گشنگی و تشنگی که میگی وقتی آدم با اینا خلقش تنگ میشه و عصبانی میشه، اعصاب بقیه هم به هم میریزه، دیگه این چه روزه و صبریه؟ میخوای ثواب کنی؟ با قول دین یه حق و ناس هم میفته گردنه. یا اصلا همون نمازی که توی قرآن میگه تنها عن الفحشاء والمنکر والبغی، کجا تونسته از فحشا و منکر جلوگیری کنه؟ کجا تونسته از این همه دزدی و خلاف و رذایل اخلاقی جلوگیری کنه؟ حالا کی گفته خلافکارا و دزدا نماز میخونن که بخواد روشون اثر مثبت بذاره؟ عزیز من، نمونهش تو تاریخ هست دیگه. ابن ملجم مگه سوپر نمازخون نبود؟ 20 سال فقط شاگردی امام علی رو کرده بود، نتیجه چی شد؟ یا قتله امام حسین که همشون نمازخون و فرودینی بودن، که قبل از کشتن امام حسین و یاراش صدای قرآن خوندنشون کل سرای کربلا رو گرفته بود و ترس و لرز به تن زن و بچه‌های سپاه امام حسین انداخته بود. یا اصلا بقیه اماما همشون به دست همین مسلمونا کشته شدن. خب حالا خودتو کنترل کن. الان خودت چرا بدون هیچ دلیلی نماز تو ترک کردی؟ اینایی هم که گفتی برو ازشون عبرت بگیر، نمازت هم سر جاش بخون. من بدون سند و دلیل نسبت به خوندن نماز و اجرای فروعه دین شل نشدم که، حتما دلیل داشتم. برو بابا، هیچ دلیل محکمه پسندی برای اجرا نکردن واجبات دین وجود نداره، اونم نمازی که ستون دینه. چرا؟ دلیل دارم، خوبشم دارم. کتاب وسائل شیعه رو که قبول داری، از کتب معروف شیعه هست. بله خودم میدونم. خب تو کتاب میگه که علی ابن جعفر از برادرش امام موسی کاظم میپرسه کی نماز و روزه به بچه ها واجب میشه. امام کاظم هم تو دو تا شرط بهش توضیح میده. میگه اول این که بچه به مرحله احتلام برسه، یعنی بالغ بشه، فرق زن و مرد رو بدونه،
که این شرط کلی هست و مسلمان هم اجراش میکنن، ولی شرط دومش که مهمتره ولی اصلا مسلمان ها بهش اهمیت نمیدن، میگه عرف از صلاته و سوم، یعنی نماز و روزه رو به واقع بفهمه. ببین نگفته علمه یعنی دونستن ظاهری، گفته عرفه که از معرفت و شناخت میاد، یعنی عرفان عارفن به حقه، شناخت واقعی که نتیجهش به قول پیغمبرم میشه از صلات و معراج المؤمن. پس عبادت ظاهر خالی نداره، یه ظاهر داره یه باطن که هر دوتاش باید باشه، این روح و جسم، وگرنه همین عبادت آدمو خراب میکنه. مثالش هم که برات گفتم، ابن ملجم و قتله امام حسین و بنی امیه و بنی عباس و الی آخر. وایسا ببینم، خب پیامبر خودش فروع دین آورده، از طرف خدا هم آورده، این همه هم روی فروع دین تاکید کرده، چرا خودش این بحث معرفت رو نگفته بود؟ خب پیامبر خیلی چیزا رو نگفته. خیلی داری پاتو از گلیم دراستر میکنی یا داری درباره پیامبر حرف میزنی؟ آدم عادی که نیست، فرستاده خداست، مگه میشه پیامبر چیزی لازم باشه بگه و نگفته باشه؟ بله، ببین پیغمبر خودش تو کتاب کنز المال میگه لا یقاملی، منو بالا نبرید، به من احترام نذارید. این احترام نذاشتنم در واقع میشه به چیزایی که پیغمبر آورده. خب پیغمبر چی آورد؟ قرآن و حدیث و سنت و سیره. اقامه نکنید برام یا کلاس نذارید برای تحقیقاتم، یعنی اون چی که دارید که من آوردم با اون چیزی که باید می آوردم و فیلتر خورد تفاوت داره. بعد ادامه این که میگه به من احترام نذارید، میگه به جاش دنبال خدا باشین. اگه مسلمونی اکتفا نکن به اون چی که من آوردم، به منم توقف نکن. خب این برمیگرده به ورودی دین که میگه قول لا اله الا الله تفلهو، یعنی اصل دین همین لا اله الا الله بوده، یعنی پذیرش بیچون و چرای تولیت الهی. ولی بعد اومدن بهش شاخ و برگ دادن و فرودین رو اضافه کردن، مثل نماز و روزه و خمس و زکات و جهاد و حج و چیزای دیگه که خودت بهتر بلدی. آفرین، خیلی خوبه، یعنی با یه لا اله الا الله سر و ته دین رو هم آوردی، اونم دینی که کامل ترین دین هست. عزیز من، مگه حضرت ابراهیم رو به عنوان پدر ادیان نمیشناسن؟ پیغمبر میگه کل دین ابراهیم فقط یه لا اله الا الله بود، این همه شرایع و مناسک و فروع نداشت که. بعد ببین ما یه اصول داریم یه فروع، رأس اصول دینم توحیده، یعنی همون لا اله الا الله. بعد پیغمبرم روز اول گفت فقط بگو لا اله الا الله، اسلم تسلم، گفت یعنی اسلام بیار، اسلامم یعنی این که من تسلیم خدام. بعد اومدن کشش دادن و آب داخلش کردن، یعنی مجبور بودن ها، برای که میخواستن حکومت کنن، سیاست هم ایجاب میکرد که تو همه چیز دخالت کنن. یعنی پیغمبری که بناش عبودیت بود رفت تو سیاست. خب پس چی فکر کردی؟ برای چی میگن اسلام کامل ترین دینه؟ چون که به همه مسائل مورد نیاز بشر اشراف داشته و تقریبا برای تمام افعال ما آیه و حدیث داره. ببین عزیز من، اصلا نیاز نبوده که به جزئیات زندگی بشر وارد بشن. در حق واقع یه راهی برای کنترل مردم بوده. امام علی تو نهج البلاغه میگه فلاح الله فی نفسک فانک والله ما تبصر من عمی، یعنی خدا تو وجود خودت هست و نانگاه آدم که اسمش وجدانه خدا جوه. بعد ادامش میگه تو جاهل و نادون نیستی که من تعلیمت بدم و راه هم کاملا واضحه. ولی الان ادیان و مذاهب برعکس اومدن مردم تو فروع و مناسک و شرای چرخوندن و گفتن از طریق شرای دینی و مناسب مذهبی به خدا میرسین. بعد خود فروع شده موزل برای رسیدن به اصل که خداست. حالا خودت بگو وقتی انسان ذاتن دیندار به دنیا آمده کارایی ادیان و مذاهب چیه؟ وقتی آدم از طریق نفس به فرمانده کل آفرینش متصله، خب دینم اومده که انسان از گمراهی نجات بده و هدایتش کنه. اتفاقا ادامش هم امام علی میگه اعلام و دینه لقائمه، پرچم دین برافراشته هست، یعنی از قبل از به وجود اومدن من و تو دین مشخص بوده و تو وجود همه ذاتن دین بوده.
یعنی اصلا احتیاجی به ارسال رسول انزال کتب نبوده، چه برسه به فرودینی که سرخود اضافه کردن به دین. دست درد نکنه، یعنی پیامبر فرودین رو سرخود اضافه کرد به دین؟ فرودین و احکام ما انزل الله هست، انگار یادت رفته تو قرآن میگه و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها. پیامبر از رو هوای نفس حرف نمیزنه، هر چی هم میگه وحیه که بهش نازل شده. اصلا حرمت نگه نمیداری یا سر خود اضافه میکنه یعنی چی؟ سند برات میارم که این کارو کرده. حوصله‌شو داری که چند تاشو بگم که برات ثابت بشه؟ اگه حرف علکی از خودت نمیزنی و سند معتبر میاری بگو گوش میدم. بله، بهارالانواره که از کتب معتبر شیعه هم هست، زراره که از حواری معروف امام باقر امام صادقه، از امام باقر درباره شریعت و فرودین و کلن فرایزی که میگن ما انزل الله هست میپرسه و میگه که سر اینا چیه. حالا گوش کن جواب امام باقر رو. امام باقر هم بهش میگه خدا شریعت رو به پیغمبر تفویض کرد. میفهمی حرف یعنی چی؟ یعنی خدا واضع و جائل فرودین نیست و چیزی که تو قرآن از قول خدا میگن نماز بخون و روزه بگیر و آدم نکش و تهمت نزن و سرقت نکن، همهشو پیغمبر خودش گفته و این حرکت اختیارگونش هم معارض با شعار لا اله الا الله بود که اولش گفت. بعد جالبیش اینه پیامبر این اختیار وضع قوانین و شرایع رو به بقیه هم میداد. یکیش عمره که تو کتاب صحیح بخاری که از کتب معتبر سنی هم هست میگه عمر به خاطر تعصبات شدیدی که داشت و میدید که زنای پیغمبر که یکیش هم دختر خودش بود آزادانه میان بیرون، اینقدر اصرار کرد و به پیغمبر فشار آورد که بعدش پیامبر گفت آیه حجاب نازل شده. که تو تایید این حدیثم باز تو کتاب صحیح بخاری پیغمبر میگه بدترین مسلمون کسیه که یه چیزی که حرام نشده رو مدام انگولک میکنه و فشار میاره تا بالاخره خدا اون حرام میکنه. ببینید چقدر هرکی هرکیه؟ مگه قانون گذاری نباید از بالا به پایین باشه؟ چی میگی بابا؟ یه سری سند و همین جوری جمع کردی داری برای خودت میگی؟ خب از خودم که نمیگم، طبق سند دارم برات میگم. جناب همه چی دون، چند تا از سندایی که گفتی مال سنیا بود، هیچ سندیتی برای من شیعه نداره. عزیز من، همین سنی که داری میگی اینا 4/5 جمعیت اسلامو تشکیل دادن و مطمئن باش کسی که از بیرون میاد و میخواد در مورد اسلام تحقیق کنه اول منابع خط اکثریت رو بررسی میکنه، بعد خلافت هم که مال اونا بود، هرچی از دین به ما رسید مثل سنت و سیره و کتابه همش از اینا بوده و شیعه نمیتونه که قبول نکنه. حالا به هر حال داشتم میگفتم برات. بگو تو که امروز ماشاءالله علامه ده شدی. نگاه کن توی سند دیگه هم که در مورد اجرای حد تو دزدی و قطع کردن دسته پیغمبر به عنوان قاضی القضات رو زمین میگه از هم بگذرید قبل از اینکه جریان به گوش من برسه. میگه اگه همدیگر رو ببخشید من اجرای حد نمی کنم. حالا سوال اینجان، اگه قانون حد تو قرآن اومده و از طرف خداست و لازم الاجراست چجوری الان دل بخواهی شده؟ توی سند دیگه از اهل تسننم داریم که میگه عایشه وقتی با پیغمبر دعواش میشد به پیغمبر میگفت هر وقت کم میاری دست تو جیبت میکنی و یه آیه در میاری. ببین اینا خیلی اعترافات مهمی هستا. ببین محمد، حیف که شوهرم یا میخوام حرمتتو نگه دارم، وگرنه این بی احترامیایی که به اعتقادات آبا و اجدادیمون داری میکنی جوابش چیز دیگه ایه. جواب نداره چرا بی منطق میشی؟ سعی کن با تعصب و کورکورانه دین آبا اجداد تو دنبال نکنی، یه کمی هم مطالعه کن. نه فقط جنابالی مطالعه میکنی. چرا بهت بر میخوره؟ خب بابا نمونش ابو علی سینا میگه من نگاه کردم دیدم اعتقاداتم آبا و اجدادی و چون شیعه به دنیا آمدم اعتقادم اینه. اگه تو خونه یه سنی یا مسیحی به دنیا میومدم اعتقادم یه چیز دیگه ای بود. پس این دین موروثی فایده ای هم نداره برام. بعدم از دین آبا و اجدادیش بیرون اومد و تک تک ادیان و مذاهب بررسی کرد که نتیجهش هم شد بزرگترین فقیه و فیلسوف و طبیب و جراح زمان خودش.
خب حالا گوش کن، یه سند دیگه هم برات میارم در تایید چیزایی که پیغمبر خودش وضع کرده. امام باقر میگه پیغمبر قانون دیات مثل دیه چشم و دیه نفس رو خودش وضع کرده و همینجور شراب خرما رو پیغمبر حرام کرده. سندش هم از اصول کافیه که از منابع شیعه است و قبولش داری. حدیثایی هم که داری از منابع شیعه میگی اصلا متواتر نیست، وگرنه مگه میشه تا حالا کسی این اسناد رو ندیده باشه یا چیزی در موردش نگفته باشه؟ اتفاقا دیدن چیزی نگفتن یا تو کتاباشون حذف کردن. بهت هم که گفتم دین و فروع دین کلن وسیله کنترل مردم برای حکام بوده. باشه، حکام به نفعشون بوده. نکنه میخوای بگی این وسط امامام هم دست حکام بودن که چیزی نگفتن؟ آفرین، سوال خوبیه. اول که چند تا سند بهت میگم که نشون دهنده مخالفت و احتجاج اماما بوده با پیغمبر و شرایطی که آورده. کتاب سنن نسائی هست. امام علی میگه یه شب پیغمبر که میخواست نماز بخونه اومد در خونه ما که ما رو هم برای نماز بیدار کنه. بعد رفت نمازشو خوند و دوباره برگشت دید ما خوابیم. گفت بلند شید نماز بخونید. امام علی هم در جوابش گفت به خدا قسم که ما نماز نمیخونیم مگه اون چی که برای ما نوشته شده و نفوس ما هم دست خداست، اگه بخواد ما رو بیدار میکنه. یعنی وقتی همه چی دست خداست امر به معروف دیگه معنایی نداره. بعد پیغمبر چون جوابی نداشت گفت آدم همیشه دوست داره دعوا کنه. خب مگه علی حرف درستی نزد که همه چیز دست خداست؟ بعد تو کتاب علی احتجاج هم هست که یه نفر پیش امام سجاد اومد و بهش گفت جد تو علی مؤمنین رو کشت. امام سجاد هم بهش گفت به خدا قسم علی تو سه تا جنگ صفین و جمل و نهروان نه مؤمنی رو کشت نه مسلمونی رو. توی سه تا جنگ که میدونی هم قاریان قرآن بودن، هم نماز شب خونا بودن، هم نزدیکان پیامبر مثل عایشه و طلحه و زبیر و بقیه. حالا خیلی جالبه ها، امام سجاد میگه اینا اصلا مسلمون نبودن. بعد باز دوباره تو کتاب بهاءالانوار امام موسی کاظم میگه موقع نماز خوندن خدا لعنت میکنه نماز خونا رو. یعنی چی؟ به جای کسی که نماز نمیخونه نماز خون لعنت میشه؟ خب تو قرآن هم داریم که میگه ویلون للمصلین، وای بر نماز خونا. اتفاقا شاگرد امام کاظم هم تعجب کرد و گفت برای چی؟ که امام کاظم هم در جوابش گفت به خاطری که اینا حق ما رو انکار میکنن و مواضع ما رو تکذیب میکنن. یا یه جای دیگه هم داریم که یکی از یارای امام صادق اومد به امام صادق گفت یه همسایه داریم که تو فروع دین غوغا کرده و شب تا صبح نماز میخونه، همه روزه سال هم روزه میگیره و حج میره. بعد امام صادق ازش میپرسه که خب مواضعش نسبت به ما چیه؟ میگه فقط شما رو قبول نداره. امام صادق هم گفت ای کاش به جای این کارا شراب میخورد و لواط و زنا میکرد و دزدی میکرد و آدم میکشت. طرف تعجب کرد و گفت مگه کارایی که میکنه عبادت نیست؟ امام صادق هم جوابش داد و گفت به خاطر اینکه این چیزا گمراهش کرده، دلشو خوش کرده به این چیزا، خیال میکنه اینا دینه. نه خیرم، فروع دین نردبان رسیدن به اصله. بدون فروع دین و عبادات عمرن کسی بتونه به اصل برسه. اتفاقا مشکل شما اینه که تو فروعی غرق شدین که شما رو به اصل نمیرسونه و فقط یه غرور کاذب بهتون میده که دیگه اصل رو فراموش میکنید و دوچار بالله الغرور میشید. تو کتاب وسائل شیعه امام رضا میگه علینا القاء اصول و علیکم التفریع. یعنی ما القاء اصول میکنیم ولی شماها به جای اصول دنبال فرو میرید. این القاء اصول غیر از وحی هستا، یعنی اصول حیاتی که تو زندگی نقش مهمی داره و بشر رو به سمت هدایت میکشونه. ولی مردم اصل رو کنار گذاشتن، به اجزاش پرداختن. البته اینم بگم امامان به خاطر یه سری دلایل موفق نشدن تو این امر و فقط یه سری جاپا گذاشتن. پس طبق اسنادی که گفتم مواضع امامان مغایرت داشت با موضع پیامبر و مردم زمان خودشون و مواضعشون توی اصول دین بود نه فروع دین. من که قبول ندارم. تا اونجایی که میدونم اماما دنبال روی پیامبر بودن، همون جور که پیامبر گفت علی نفس منه
بعدشم اگه اماما میدونستن و نظرشون این بوده، چرا علنی نگفتن که همه بدونن؟ اول جواب سوالی که دنبال روی پیامبر بودن و یه دقیقه پیش دادم، گفتم که علی با پیامبر احتجاج میکرد و حتی با اونایی که به عنوان مسلمون و مؤمن وارد اسلام شده بودن جنگید و کشتشون. سوال بعدی هم که چرا علنی نگفتن، باید بگم که نمونش خود امام علی. وقتی به خلافت رسید حتی یه نماز مستحبی که عمر از خودش در آورده بود و نتونست برداره و باهاش مخالفت شدید شد. اماما همشون تو تقیه بودن. به خاطر همینه که امام صادق تو کتاب بهارالانوار میگه 9/10 دین تقیه هست و فقط 1/10 حقیقته. میدونی یعنی چی؟ فکر کن یه تریلی ده چرخ 9 چرخش پنچره، یه دونش سالمه. به نظرت ماشین جوری راه میره؟ میخوام بهت بگم وضعیت دینم هم همینجوره. یا تو کتاب بصایر الدرجات باز دوباره امام صادق میگه من 70 حرف میزنم و هر وقت بخوام انکارش میکنم. یا یه جای دیگه تو کتاب الاختصاص داریم که امام باقر میگه 70,000 بحث مهم اعتقادی رو به شاگردم جابر جوفی انتقال دادم، بعدم گفتم به کسی نگو. در واقع از پیغمبر به پایین همه اماما تقیه داشتن. این تقیه و کلم ناس هم از همون دلایلی هست که بهت گفتم که چرا فقط در حد یه جا پا ازشون مونده. خب حالا با این همه حرفا به نظر ما دینی هم داریم دیگه؟ اصلا چرا از بعد مثبتش به قضیه نگاه نمی کنی؟ به فرض محال که این حرفا از طرف پیغمبر تو قرآن اومده باشه، مگه بده که خاص اخلاقیات خوب و فرایز دینی رو ترویج بده و جامعه رو اصلاح کنه؟ اولا یه موضوع کوچیکی نیست که تو بخوای ساده ازش بگذری. یه کتاب ساده هم نیست که بگی خواسته چیزای خوب یادمون بده و نقش تربیتی داره. یه عمریه به ما عذاب وجدان دادن و تو سرمون زدن که اینا از طرف خداست و اگه انجام ندید مجازات میشین و ما رو توبیخ کردن و ترس جهنم و عذاب رو تو جونمون انداختن. بعدم گفتم که بهت این فروعیات خودشون شدن قاتل اصول دین، یعنی همون کاری که بنی امیه کرد. تو اصول کافی امام صادق توضیح میده که بنی امیه ترویج اسلام میکردن. ظاهر قضیه خوبه ها، ولی تو ادامه میگه نمیذاشتن مردم نقطه ضعف ایمان یعنی همون شرک رو بفهمن. چرا؟ چون خودشون بانی شرک بودن. شرک دوگانگیه و ثنوی و قدریه هم مظهر شرکن. حالا اینا اومدن چشم و گوش مردم رو با بول کردن و مشغول کردنشون به فروع دین بستن و اومدن جای خدا رو بگیرن. خودشون مظهر شرک بودن ولی سنگرشون مظهر ایمان بود. بنی امیه سر مردم با فروع دین گرم کردن تا متوجه اصول دین نشن، یعنی نفهمن که شرک چیه و موقعیت خودشون اینجوری حفظ میشد. وقتی بهت میگم عبودیت رفت و سیاست جاش اومد، یعنی یه چیز دیگه هم هست. میدونی اون بالله الغروری که گفتم و حس اختیاری که پشت بندش میاد باعث میشه ولایت تشریعی یعنی فروع دین رو بالاتر از ولایت تکوینی بدونی. همه چیو با هم قاطی میکنی ها، دیگه بس ولایت تکوینی اینجا کارایش چیه؟ خب ولایت تکوینی میشه همون کن یا امر اولیه. شنیدی میگن که طرف از اول تو پوشونیش نوشتن خوشبختی یا بدبخت؟ تو روایت هم داریم کن سعیدن کن شقی. یا آره، ولی چه ربطی داره الان؟ ببین وقتی تقدیر هر آدمی از روز اول نوشته شده باشه، به نظر دیگه فرعیات معنی میده؟ بذار طبق سند بهت بگم. تو کتاب توحید شیخ صدوق پیامبر میگه هر کس بمیر و شرک به خدا نداشته باشه بهشتیه. یعنی توی دنیا چه آدم خوبی باشی، چه بد، چه مؤمن باشی، چه بیدین، چه شرایع دینی و مناسک مذهبی رو انجام بدی، چه بی قید و بند باشی و هیچ کاری انجام ندی، شرک نداشته باشی بهشت میری. بعد فکر نکن که شرک داشتن شاخ و دوم داره و چیز عجیبیه. هر کی که خودشو صاحب عدد و رقم ببینه و بگه من خودم این کارو میکنم، این حرکت دست منه، این خودش شرکه. باید یقین داشته باشه که همه چیز دست خداه. خیلی خوبه، یعنی بهشت و جهنم هم کشک، همینجوری الکی طرف بره بهشت بدون اینکه کاری بکنه. همینجوری الکی هم نیست،
نداشتن شرک یه موضوع پیش پا افتاده نیست. کسی که شرک داره اصل دینش لنگ میزنه. سوالی هم که در مورد بهشت و جهنم پرسیدی، سندش هم هست که تو کتاب صحیح مسلم اومده که پیغمبر میگه موقعی که خدا آدم آفرید، وقتی که داشت شکل و شمایل پیدا میکرد، خدا زد به شونه راست آدم و یه چیزای سفید از کتف آدم شروع کرد بریختن، مثل مورچه میریخت بیرون، که همون نوادگان و نسلای بعدی آدم بودن. و همین کار رو شونه سمت چپ هم انجام داد و این دفعه چیزای سیاهی ریخت بیرون. بعد خدا به اونایی که از سمت راست بیرون میریختن گفت بهشتی هستین و به سمت چپی هم گفت جهنمی هستین. یعنی ای که کار خوب بکنی، خیر باشی، دیندار و متشرع باشی یا بدترین کارا رو انجام بدی، تعیین شده و جایگاهت از قبل مشخص شده است. یه حدیث مشابه اینم هست که پیامبر وارد مسجد شد و دو تا کتاب دستش بود و گفت تو یکیش اسامی بهشتیا نوشته شده، تو یکیش هم جهنمیا. حالا با توجه به این اسناد به نظر دیگه شریعت و احکام جایگاهی داره؟ اصلا دین کارایی داره؟ تو راهت از قبل انتخاب شده. بعد تو محصول زحماتت که تو دین کشیدی اون چیزیه که اون میخواد، نه اون چیزیه که تو جمع کردی. برو بابا، من این چیزها رو قبول ندارم. یعنی چی که ما هیچ اختیاری نداریم، همه چیز از قبل مشخص شده؟ بعدم تو سوره رعد آیه 11 به این واضحی میگه ما سرنوشت هیچ قومی رو تغییر نمیدیم مگه به دست خودشون. یا تو آیه 39 نجم میگه لیس للانسان الا ما سعا. این همه سند داریم در مورد اختیار. یا نهایتش بخوایم بگی جبر هست، میشه حرف امام صادق که میگه لا جبرن ولا تفویض بل امرون بین الامرین. نگاه کن، چه بخوای چه نخوای، جبر هست و قلاد جبر به گردن هممون هست. همون آش کشک که خالت بخوری پات نخوری پاتا، یه فرمانی میاد باید اجرا کرد، گریز ناپذیره. ولی ای که آدم به میل خودش با رضا و رغبت، نه با جنگ اعصاب و با خودخوریا، یادی واقعیت رو قبول بکنه، اون عبده. در ضمن تو زندگیش هم آرامش اعصاب بیشتری داره. بحث جبر خیلی مفصله، ولی در جواب اون دوتا آیهی که گفتی اول برو ادامهش هم بخون تا ببینی ادامهش جبر مطلق و کامل تایید میکنه. و اون حدیث امام صادق هم بهت گفتم که خودشون گفتن 70 مدل حرف میزنیم. شرایط تقیه و کلم ناسی هم که داشتن رو بعد توضیح دادم. البته در مقابل این حدیث هم 100 تا حدیث از خود امام صادق هستا که حدیث میاد رد میشه. یکیشو برای نمونه برات میگم. تو کتاب بحر الانوار امام صادق میگه الناس و مامورون. مثالش که میدونی تو جامعه میگن المامور و معذور. همینجور هم امام علی تو مناجاتش میگه مولایا یا مولایا انت الامیر و انا المامور. خب حالا این مامور بودن یعنی چی؟ یعنی هر کسی طبق کن اولیه و ساختار اولیهش یه ماموریتی داره. بعد خدا هم تو اون ماموریت چه خوب چه بد که به هر کسی داده عذرش هم میپذیره. چرا؟ چون خودش تنظیم کرده. وای مخم داره سوت میکشه از حرفات. خودم باید برم اسنادیه که گفتی بخونم، وگرنه اصلا برام قابل پذیرش نیست. تو قداست دین و کامل بردی زیر سوال. ببین خلاصه بخوام بهت بگم، کلن دینی که داری میگی افتاده دست اشرار. اشرار هم به هوای نفسشون عمل کردن. اینم من نمیگم، امام علی تو نهج البلاغه میگه دینی هم که دست اشرار افتاد همه چیز شره، از کتاب و خلافت و سنتش بگی تا فروع دین و شرایع و مناسک، همه شره. حالا چی تهش میمونه؟ تو به من بگو. پس ای هیچ ز بحر هیچ در هیچ مپیچ.